سلام شاگرده عزیز، به امید از اینکه جور و صحتمند باشین و کار خانگی را انجام داده باشین و درس های گذشته را مرور کرده باشین، درس امروز خدا آغاز میکنیم. خب قبل از اینکه درس امروز شاگرده عزیز آغاز کنیم، یک مرور به درس گذشته میکنیم. درس گذشته ما و شما چی بود؟ به یاد دارین شاگرده عزیز؟ درس گذشته ما و شما بود خواص اجسام نورانی و غیر نورانی، شفاف، نیمه شفاف و اجسام کده. این موضوعات ما و شما خواندیم. اجسام نورانی گفتیم کدام اجسام است؟ اجسامی که از خود نور پخش میکنن، مثل آفتاب، شمع، چراغ روشن و بعض ستاره ها. و اجسام غیر نورانی اجسامی بودند که از خود نور پخش نمی کنن و در اثر نوری که از اجسام نورانی می گیرن و اون نور منعکس می سازن، نور منعکسی شان به چشم ما می رسه و ما اجسام غیر نورانی را مشاهده می کنیم. البته درس امروز ما و شما فصل ششم است و انعکاس می باشه که هم مربوط نور است. مضمون فیزیک صنف هفتم، موضوع شام انعکاس نور، صفحه 63. اهداف آموزشی درس ما از شاگردان لاخر ساعت درس به اهداف ذیل دست یابند: یک، دانستن تعریف انعکاس نور، درک علت انعکاس نور و رؤیت اجسام، توانایی تفکیک اشعه وارده و منعکسه. خب شاگردان عزیز، سال درس جدید خود شروع میکنیم. درس جدید ما از انعکاس نور. در فصل قبلی ما و شما رؤیت اجسام، انتشار نور به خط مستقیم، سایه و مهتاب گرفتگی، اجسام نورانی، غیر نورانی و اجسام شفاف و نیمه شفاف خواندیم. آیا شما گاهی آینه را در مقابل شعای آفتاب قرار دادین؟ با تغییر دادن امی آینه، شعای آفتاب بر روی دیوار میفته. آیا امی کار شما انجام دادین؟ چی فکر میکنین؟ این روشنی چگونه به دیوار میفته؟ و یا مثلا اگر جسم دیگر غیر آینه را ما بگیریم و در مقابل نور آفتاب، آیا این جسم میتونه که نور به نور آفتاب به دیوال بتابانه؟ البته برای اینکه ما به این سوالات جواب بگوییم، باید کدام موضوعات بخوانیم؟ انعکاس نور، عمل متقابل نور و ماده، قانون انعکاس نور، آینه مستوی، آینه کروی و موارد استفاده از یارا باید ما بفهمیم، که البته در این فصل ما همین موضوعات مورد مطالعه قرار میدیم. بسیار خوب شاگردای عزیز، حالا میخوانیم انعکاس نور. در فصل قبلی ما و شما خواندیم که نور باعث رؤیت اجسام میشه و هم گفتیم که بعضی اجسام اجسام نورانی هستند و بعضی اجسام اجسام غیر نورانی. اجسام نورانی که گفتیم از خود نور پخش میکنن، مثل آفتاب، شمع، چراغ روشن، بعض ستاره ها و غیره. وقتی که ما به یک اتاق تاریک داخل میشیم، وقتی چراغ روشن میکنیم، ما اشیا را مشاهده میکنیم. یعنی چی باعث از این میشه که ما اشیای یک اتاقی که تاریک است مشاهده کنیم؟ ببینین، زمانی که در یک اتاق چراغ روشن میشه، نور انتشار نموده بالای سطوح اجسام برخورد میکنه. وقتی که چراغ روشن شد، نور بالای سطح تمام اشیایی که در اتاق قرار داره نور میتابه. نور وقتی که بالای سطح تابید، این نور دوباره برگشت میکنه. نور برگشت به چشم ما میرسه و ما اونمون جسم مشاهده میکنیم و یا اشیای داخل اتاق مشاهده میکنیم. ببینید در این تصویر، اینجا چراغ در اتاق روشن شده، نور بالای گلدان تابیده و دوباره چی شده؟ منعکس شده و نور منعکس شده به چشم ما رسیده و ما این گلدان مشاهده کردیم. همین قسم شما میفهمین شاگردای عزیز که وقتی مهتاب از جمله اجسام چی است؟ غیر نورانی است، به خاطر که نور خدا از آفتاب میگیره. وقتی در شب میشه، نور آفتاب بالای مهتاب میتابه و مهتاب اون نور منعکس میسازه به طرف زمین و اونمو است که ما و شما مهتاب چی میبینیم در شب؟ روشن میبینیم. در تصویرام شما ببینین، این تصویر ببینین، اینجا آفتاب است، شعای آفتاب هم بالای زمین میتابه،
هم بالای مهتاب، شعاع این از آفتاب تا ده بالای مهتاب. و مهتاب این شعاع را چی ساخته؟ منعکس ساخته بالای زمین، و هر کسی که در روی زمین هست این شعاع منعکس به چشمشان میخوره و اونمون باعث از این میشه که مهتاب چی ببینن؟ روشن ببینن در شب. حالا شما فهمیدین که چرا مهتاب ما در شب روشن میبینیم و یا چرا وقتی که داخل یک اتاق تاریک میشیم چراغ روشن میکنیم، اشیای زور ما مشاهده میکنیم، علتش شما فهمیدین. خب وقتی که شعاع یک جسم بالای یک جسم شعاع میتابه، این جسم یک قسمت، البته جسم غیر نورانی بالای شعاع جسم نورانی میتابه، یک قسمت این نور جسم جذب میکنه، یک قسمت دیگه شما منعکس میسازه. نور منعکسه وقتی به چشم ما میرسه ما جسم هم مشاهده میکنیم. پس ما انعکاس نور رو تعریف میکنیم، میگیم عملیه برگشت نور از سطوح اجسام را به نام انعکاس نور یاد میکنن. شعاع نور وارده بر سطوح اجسام به نام شعاع وارده یاد میکنن و شعاع برگشت از سطوح اجسام به نام شعاع منعکسه یاد میکنن، که در این شکل شما میتونیم به صورت بسیار واضح ای را مشاهده کنیم. ببینین اینجا شم است، روشن شده، اینجا یک توپ است. وقتی از شم نور میتابه بالای توپ، توپ ایش نور را چی میکنه؟ منعکس میسازه و نور به چشم ما میه و ما توپ را مشاهده میکنیم. این شعایی که از شم بالای نور میتابه این شعا را چی میگیم؟ شعای وارده. و شعایی که از توپ منعکس میشه یا برگشت میکنه به طرف ما یا به چشم ما، این شعاع را به نام چی یاد میکنیم؟ شعاع منعکسه. اونمو است که ما جسم چی میکنیم؟ مشاهده میکنیم. یعنی شعاعی که وارد میشه بالای یک جسم به نام شعاع وارده و شعاعی که از جسم برگشت میکنه به نام شعاع منعکسه یاد میشه. خوب شاگردای عزیز، حال ما شعاع وارده شعاع منعکسه را عملا تجربه میکنیم و شما در تجربه ای را میبینید. ببینیم شعای وارده شعای منعکسه، شعای وارده شعای منعکسه. خوب شاگردای عزیز، شما عملا دیدین که نور وقتی بالای یک سطح انوار و صیقلی میتابه به طور منظم منعکس میشه، یعنی زاویه وارده و زاویه منعکسه با هم مساوی است، که این موضوع را بخیر در درس بعدی ما شما میخوانیم. خوب درس امروز یک بار خلاصه میکنیم که انعکاس نور تعریف میکنیم. میگم انعکاس نور عبارت از برگشت اشعه نورانی بعد از برخورد آن بالای یک سطح میباشد. انعکاس نور به دو شکل البته صورت میگیره، که به صورت منظم و نامنظم. وقتی نور بالای یک سطح هموار صیقلی میتابه، نور به صورت منظم انعکاس میکنه و هرگاه بالای یک سطح غیر هموار برخورد کنه به صورت نامنظم انعکاس میکنه. البته نوری که بالای یک جسم میتابه این نور به نام یا این شعاع به نام شعاع وارده و نوری که برگشت میکنه به نام شعاع منعکسه یاد میشه. اجسام نورانی قبلا هم گفتیم که اجسام غیر نورانی در اثر بازگشت اشعه نور مشاهده میشه. یعنی وقتی نور بالای یک جسم غیر نورانی میتابه، جسم غیر نورانی یک قسمت از نور جذب و یک قسمت دیگه از نور منعکس میسازه. نور منعکس شده وقتی به چشم ما میخوره ما جسم مشاهده میکنیم. کار خانگی شما سه سوال است. در طول روز که آفتاب داخل اتاق نمیتابد، چرا اشیا در داخل اتاق دیده میشه؟ دیده شده میتونه. برای دومش، برای دیدن اشیا چی شرایط لازم است؟ سوم، برای دیدن یک جسم غیر نورانی اشعه منعکسه از طرف جسم که به چشم ما میرسد سبب دیدن می شود، یا اینکه از طرف چشم ما به جسم اشعه برخورد کرده و ما می توانیم جسم را ببینیم. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. با امید از اینکه درس فرا گرفته باشین و درسای کارخانگیتان انجام بتین، درسایتان بخوانین و تا درس بعدی خدا حافظ و نگهدارتان.